Bismillahirrahmanirrahim. درس امروز ما شما در کتاب صفحه 41 کتابتان است. در صفحه 41 آمده که line and paragraph spacing، یعنی شما چگونه بالای لاین ها و فاصله بین پروگراف ها میخواییم بحث کنیم. دو موضوع است، line و فاصله چی؟ پروگراف ها. یعنی هم فاصله لاین ما میخوایم طرح کنیم، مشخص بسازیم، و هم فاصله پروگراف ها را. خب، به او خاطر این درس ما درس دهم است، یعنی از ویدیوهایی که ریکارد شده دهمین ویدیو است. صفحه 41 لاین و پروگراف ها میخوانیم، چگونه پرینت پریویو را میخوانیم و انزت ایمیج و بعضی مسائل دیگر. پس اولین کاری که میکنیم در استارت مینو میریم و نشان میکنیم وین ورد. انتر بزنین، برنامه ورد بر شما باز میشه. بعد از اینکه برنامه ورد باز کردیم، یک تکس آماده شدگی را به تماس استفاده میکنیم، مساوی RAND قوس بسته یا رند انتر میدیم. یک پاراگراف آمد. خیلی وقتا صفحات وب پیج است یا صفحات خودتون درست میکنین، پرزنتیشن هایی که درست میکنین، پس شما باید متوجه باشین که چگونه لاین و پروگراف ها میتونیم تنظیمش کنیم و این آپشن در کجا است. مکمل آپشنی که تصویرش در صفحه 41 بر شما آمده، این ما براتون تصویرش میارم از این قسمت. ببینید در قسمت پروگراف علامت یک ویکتور است. وقتی ما بالا این ویکتور کلیک میزنیم، بر ما این قسمت تصویر میاد. اول چی گفته؟ alignment. alignment یعنی امی نوشته ما به کدام مسیر باشه، سمت چپ باشه، در وسط باشه یا سمت راست. اگر در این نوشته میتونی از سمت دری سمت راست بگی، اگر این نوشته نوشته میکنی سمت چپ، یا اگر عنوان است یا شعر است، پس به او خاطر ایره چی بگی؟ از این وسط شروع. پس ما میگیم چی؟ میگیم امی مطالبه که ما میگیریم مثلا از سنتر شروع شود. از کجا؟ از مرکز. وقتی که شما یک مطلب نوشته میکنین، مکمل از مرکز است. اگر میگیم نه، ما مطلب نوشته کردیم در قسمت بالا و من میخوام تمامی این پروگراف، خب این شرکتش درست کار نداره، ما میخوام این پروگراف ما در مرکز قرار بگیره. الاینمنت میرین، سنتر انتخابش میکنین، اوکی میدین. تمامی پروگراف شما قبل از قبل ما تعیین شده بود در وسط اومد. یک موضوع. موضوع دیگه ای که ما شما میخوایم بحث کنیم سرش، سر این پاراگراف، من میخوام چیزی زیادتر یک مقدار براتون بگم، چرا که در کتاب شما ذکر نشده، خوب است که بفهمید. اینی تکس انتخاب کرده، بیا اینی وسطی رو انتخاب کنیم که واقعا لاین اسپیسینگ چی معنی میده، واقعا پروگراف اسپیسینگ چی معنی میده. اینو جا ببینین، بیفور تکسس، یعنی اگر یک کلمه رو نوشته میکنین، بعضی اوقات هم شروع خط یک فاصله داره. همین تکسون یک فاصله به اندازه یک اینچ داره، یعنی یک پروگراف جدید، یک مطلب جدید. در کتاب های انگلیسی زیادتر شما این رو میبینین. خب ببینید یک مقدار چی بگیرین، پیش بگیرین. ببینین اون پیش اومد. اگر کل پروگراف رو گرفتم، خب کل پروگراف رو گرفتید، یک مقدار سمت راست پیش اومد یک مطلب جدید. ای به این شکل. اگر شما میخواین که پروگراف از سمت راستم پیش بره، از سمت چپ خب آوردیم پیش، از دو طرف ما شما میتونین از این قسمت بریم بیفور تکس پیش و افتر تکس. اینجا با شما کاملا نشان میده که تا تایی تایی میشه. اوکی که بزنین از سمت راستم. خب بگین اصلا چون یک پروگراف جدید است، من ممکنه هکس بیارم، ممکنه یک مطلب بیارم، یک هکس ایمیج باشه. کتاب های انگلیسی فوق العاده، شما میبینید وقتی کتاب تنظیم میشه، عکس می، ایمیج می، نمبر می، اوتلاین ها ذکر میشه. پس اونجا از لحاظ کمپیوتر هم که شما مضمون کمپیوتر بخونید، یک مقدار فکر کنید که همین چیزا رو آیا من بخوام در برنامه ورد ایجاد کردم میتونم نمیتونم، تا کجا چقدر یاد گرفتم. انتخاب بین قسمت پاراگراف در آپشن هاش و میگید اسپیسینگ، فاصله ای که هست بیفور، یعنی این پروگراف از پروگراف بالایی خود چقدر فاصله پیدا کنه، از پروگراف اول این پروگراف چقدر فاصله پیدا کنه، این فضایی که در بین ایجاد شود. وقتی ما بگیریم بگیم در حدود مثلا 12 پی تی یا 42 پی تی فاصله رو بر ما ایجاد کرد، اوکی که بزنیم از پروگراف بالا اونقدر فاصله رو ایجاد کرد.
یک مطلب جدید، یک چیز دیزاین میرین، نکس میرین، ایمیج میرین، خلاصه یک فاصله ای رو بر شما ایجاد کرد. به می شکلم عین موضوع کنترل زد میزنم، اگر از قسمت پایینش خواستید پس طبعا هفته رو میگیرین، بیفور از بالایی و هفته تکس که بعد از این تکس میاد. من مطلب خود رو نشون کردم، میگم یک مقدار فاصله بگیری یک مطلب دیگه میاد، پس هفته رو بگیرین. یا میگن لاین اسپیسینگ، کتاب ما از سوریز قصص یک مقدار لاین ها فاصله زیادتر باشه بین این قسمت. مثلا اگر معمولا بعضی چیزا میگه 1.5 استاندارد است، 1.5 گرفته میشه. اگر بگیریم دبل دبل یعنی فاصله بسیار زیاد یاد بگیریم، ببینیم فاصله تکسا چقدر زیاد میشه. وقتی ما میگیم به شکل پروفشنال شما میخونین برنامه ورده، این قسمت ها کارت موضوع پروفشنال است. چرا؟ ستینگش است و بخش مدیریتش است برنامه شما. صحیح؟ بخش چیست؟ مدیریت. پس مدیریت، منیجمنت در قسمت های ستینگ های از بس. گفتم خیلی ستینگ های دیگه است، اگه ما زیاد بس کنیم بس ما بخی پیچیده میشه. اینجا فقط در قسمت کتاب شما آمده که اینی پروگراف است، فاصله بین لاین ها، فاصله بین شروع پروگراف، ختم پروگراف، پروگراف بالایی، پروگراف پایینی. چهار پنج مطلب حال شما یاد گرفته. تغییرش بده براتون نشون بده اینی گپ. در وقت یاد دیگه پرینت پریویو. طبعا این مطلب نشه کدی. اگر خواسته باشی این پرینت پریویو کنی در ورژن های بالا که ما شما داره، وقتی کنترل پی از کیبورد فشار میتین، یعنی پرینت فشار میتین، این در حالت پرینت میره. پرینت پریوی خاص خدا داره، اگه چی ما در ورژن سابقه بریم باز نه بم در پرایم میری باز چه کلمه پرینت پریوی رو پیدا کنید باز نه میری که پرینت پریوی شه. ورژن های 2013 مستقیم که امکان کنترل پی دادی آپشن های پرینت و مکمل پرینت پریوی برات اومده است. یعنی اگر پرینت کنی اینمی چیزی که اینمی لازم میبینی اینمی رقم از پرینتر میبره بیرون. پرینت پریوی چی گفته؟ allows you to view the document before printing. با شما اجازه میده قبل از اینکه داکیومنت پرینت کنیم ببینیم. It can be seen by pressing the print preview button on the standard toolbar. شما میتونید در standard toolbar پرینت پرینت پریویو رو کلیک بزنید. حدا بهترین شاکت شینیمی که ما وقت نزدیم. Control P پرینت پریویو با شما آمده میاد. در پرینت پریویو خب من هم بالای موضوعات پرینت گپ بزنم. اگر گفته شده بود بس میکنیم، اگر نه گفته شده بود بس نمیکنیم. کلمه پرینت از پرینت بزنیم، پرینت میشه. تعداد پرینت ما چند داد باشه؟ میگیم که 25 تا شاگرد ما در اسم داریم، 25 دانه. از کدام پرینتر لاین پرینتر رو وصل کنیم؟ کدام پرینتر بیا زود که در پرینتر رو انتخاب کنیم؟ اینی پرینتر، این پرینتر، این پرینتر. مثلا اینی پرینتر سفیده که در بالا است، اینی پرینتر است کانون آر آی آر 25-20 سیست که بزنم زود که در سکرش طرف هست پرینت کنم. یه چون درایورش نصب شده فقط لاینش وصل کنیم و پرینت بزن. تعداد پرینت چه رقم باشه؟ پرینت آل پیجز 100 صفحه داری، از صفحه اول تا صفحه 100 مکمل کلش. پرینت سلکشن یک جای انتخابش میکنی، میگی اینی پروگراف اینی متنک پرینت شد، از 100 صفحه را چی کنم پرینت؟ این نمیشه درست پرینت نشده، این نمیشه صفحه پرینت نشده، دوباره پرینتش میزنی یه تا پرینت خراب شد. پرینت کارنت پیج صفحه ای که مکمل نمی صفحه که هستی، صفحه دهم، پنجم، ششم، هفتم، هر صفحه که هستی اونم صفحه رو بعد چی میگن؟ پرینت میگن. و کاستوم پرینت، مثلا کاستوم هم میزنی، خب من نیاز دارم از کتاب صفحه ششم پرینت شده، باز یک کامه میمونی، خب دیگه صفحه دهم پرینت شده، نمبر در نشکو، باز کامه بان، صفحه بیستم پرینت شده، کامه بیست و سوم، کامه پینجا و ششم. نمبراش میتی اوتوماتیک اونمو صفحه برای چی میشه؟ راحت پرینت میشه. آپشن هایی که بسیار زیاد در پرینت چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. این چیز به اون خاطر براتون گفتم که زیاد مهم است. خب، inserting pictures in a document. در این ورژن خب بسیار سابقه کار کرده، ما شما بسیار جدید چه کار میکنیم؟ چگونه ما بره عکس در برنامه بیاریم، بیاین که عکس بریم در کجا بیارم عکس؟ اینجا انتر میزنم، میخوایم چی بریم؟ عکس. عکس ما در ورژن 2013 بسیار آپشن ها داره که در ورژن های سابق باید در کتاب شما درج نشده. من مینی اینجا من در قسمت پیکچرز چی اگر اینترنت آن است آنلاین پیکچر وارد کن، مثل گوگل وارد سرچ کن، مثلا بگران ایمیج، مثلا سرچ کن ایمیج آف مثلا بوی، ایمیج آف سکول، کلاس روم، هر چیزی که پروژیکت کار میکردی اوتوماتیک وقت میاد دانلود کرده میتونی. فعلا قضا من اینترنت بس نیست دیگه قسمت من در پکچر. ما میگیم که تصاویری که در داخل خود کامپیوتر ماست میخوام در برنامه بیایه، از اون ایدیتش کنم چه رقم هست. سر پکچر ها کلک میزنیم، شما اینجا میبینید تصاویر متفاوته اینجا وجود داره.
انان در صورتی که شما هر آن تصویری را که خواسته باشین میتونین بیارین، هر تصویری که میخواین. خب تصویری که نسبتا کیفیت بسیار بالا داره، مثلا من این تصویر انتخابش میکنم، این را انزرت میکنم، نظر به مو کیفیتش تصویر انزرت شد. پس انزرت یعنی وارد کردن تصویر. ما شما خون میگیم که در این صفحه آمده و کنسل بطن و کلوز بطن و بعض چیزهای دیگر رو میجا بطن بگویم قبل از اینکه در مینوها بخواییم بحث کنم، چون مینوهاش در کتاب شما تدریس نشده. بیرون کلک میزنه من مینو اینزرت پیکچر، اگر یک تصویر انتخابش میکنی مثلا اینجا پس از حالت انتخاب برای بیرون، یا سه چهار تصویر میخوای بیاری یه تک مارک های شبان تک مارک بزن اوپن آل بزن کلش با تو میای، یا هزاران جای دیگه هست. مثلا اینجا کلک بزن بگو من این تصاویر من میدیم نشون بده، یا این تصاویر خوب لارج نشون بده که من با دقت بیشتره یا بالاتر باشه، اکسترا لارج بیخی بزرگ باشه که من با فوکاس بسیار بالا بتونم تصاویر خود ببینم. وقتی تصاویر آوردن در قسمت مینوی فرمت، در این فرمت شما کلک میزنید اینجا ببینید ریموو بک‌گراند است، تصویر گرفته شده، یک تصویر اضافه است، یک چیز اضافه است، ما میخوایم اون رو طرف کنیم، دیلیتش کنیم، حذفش کنیم از تصویر. این رو شما کلک بزنید، تصویر یک آیلایت بنفش میفته برای شما. چیه فقط پلی میکنه اینمی تصویری که مالوم است، اون رنگ بنفش که افتاده کلش دیلیت میکنه، حذف میکنه. حالا تو مثلا چی رو میگه حذف کنم، کدام قسمت حذف کنم یا کدام قسمت باشه؟ خب اگر بگیم خانه باشه و این محیط دیگه حذف شه، بعد چیکار کنیم؟ مارک ایریاز تو کیپ، اینی تک مارکا که کش کن، لاین کش کن. اینی سوار من نیاز دارم که نمایش بده بر من، چیکار کنم؟ نمایش بده. خب من کوشش میکنم خانه را در سلکشن خود بگیرم و جایی را که نمیخوام منفی کرده برم، جایی که نمیخوام منفی میکنه، یعنی مارک ایریاز تو ریموو. کدام سوار نباشه؟ اینی جا نباشه، اینی یکا نباشه. چرا که این یک مشکل است، این تصویر، این تصویر کلش با رنگ یک رنگ رنگ استفاده شده، بر کامپیوتر شما سایز جالب شده میره من رنگ زرد من کل تصویر از به خاطر مشکل تر کار کرده. اگر تصویر متفاوت باشه بسیار ساده تر میکنه. خب این قسمت کار کم 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 اگه میبینین شما کدام جای مچ میکنه یا مشکل داره، کوشش کنین که قسمت کار بسیار کم ساده ساده سمپل سمپل همین خانه رو نیاز داشتین. کیپ چنجز رو بزنید، فقط چی با شما سیو میشه؟ خانه اطراف شد او طرف شد. یک آپشنه که در ورژن 2013 موجود است. خب من کنترل زد میزنم یا در تصویر میت میتونیم مثلا پیکچر رو برین انتخاب کنین بگین دسکارد آل چنجز، چی شما؟ همین تصویری که فعلا موجود است تمامی مثلا این ریموو بک‌گراند و یا هر آن کار کردیم دسکارد چنجز، تغییرات پس او طرف کنیم اورجینال باشه. میخواین تصویرتان مثلا روشن‌تر شوه، مثل روز باره روشنایی زیادتر شده باره به میره هم روشن و روشن‌تر و رنگ‌ها روشن‌تر، یا بر رو به تاریکی بره، طرف شام میره، طرف شب میره، چیکار بره؟ تاریکه داره بسیار چیز جذاب و مقبولی که آمده. یا مثلا میگین خب ما این تصویر رنگش خوش ما یک رقم اومد، من می‌خوام تصویری سیاسفید تصویری بسیار سابقه هم بارم شد، یک بسیار سابقه هم بودن حتی بسیار سابقه سابقه یک سابقه هم شد بگیره، مشکل نیست. یا بعض افکت های جذاب دیگر هم مثلا بش بتن. خب من این رنگ هم میگیرم که ببینم این با افکت های با قاینه چه رقم میشد، افکت ها با سیاسفید چه رقم میشد. این کار شماست، در خانه که رفتیم خلاص ساتیری است، زمان تو برنامه رو یاد میگیری که ساتیری بیا تصویر کلیک زده برو، رنگ انداخته برو، افکت انداخته برو، کارش خلاص خلاص با کنترل زد بزن، کنترل زد مش مخ داره جای نمیره در کامپیوتر. خب اینجا کلیک بزنین، مثلا من بگین که من میخوام مثلا این رقم رنگای روغنی و هوی و یک چیز بشه، اون را کسایی که بخونه بازی ها میفهمه، یا مثلا این رقم تصویر باز اگر خواستین تصاویر خودتون بگیرین مشکل نیست، هر آن دیزاین رو خواسته باشین میتونین بگیرین افکت بتین. و اینجا اگه افکت دیگه است سکش خلا چیز جالب است، اینی افکت هم جالب است، اینی افکت هم جالب است، افکت های چیز درشت مثل یک ورق بازی یک قم ورق خاص هم داره، اگر افتای او ورق پرند کنی بسیار مقبول میشه، مثل که همی کالا رو ما شما میخریم نیفهم تا کجای تا دیدیم همی لیبل ها استکرش که هست، لیبلش که هست
ورق مين نمره كم ورق عشان اذا كان درش درش مره مشى عكس كده هو مش اسمه كلام معقول مره مشى ده مين كيفيتش یعنی خود دیزاینر از دیزاین داده و بعض کارتایی که بر معلمین و شاگرداست دیوتی کارتا بیاره همیشه اگه دیزاین داده باز بخرید برند که شد باز شما میتونید ببینید مورا ما حالا سر دیزاین زیاد بحث نمی کنم خب این اینجا اگه خواسته باشین چیزای مقبول‌تر دیگه شما میخوام کار کنم میگین که یک شکل زاویه مقبولی این رقم بته این رقم سیز این هم مثلا یک چیز تنظیمات کنیم که یک رقم بسیار وارم بده چرا که از لحاظ دیزاین ما شما این تکیز این به عکس خود طبیعت مشکل نیست اگر در قسمت افکت ها من بریم مثلا پیچ باردر رنگ این باردر های از چه رقم باشه رقم تصویری که میگیریم این مقبول تر و دلچسب تر میشه صحیح؟ مثلا امرای تصویر هم خانی می خود پیدا میکنن دلچسب میشه خوبش میشه یا مثلا میگین که ما میخوایم افکت های مقبول دیگر را پرتیم پرست بیا بگو من مثلا این دیزاین خوشم میاد دیزاین هست اگر هر رقمی که میشه که تان هست خوشتان آمد انتخاب کرده برای نکستان رو بیارم بسیار مقبول ایجاد کنیم یا مثلا شادو ما ما اصلا عکس شادو یا سایه میگیره بله چرا نمیگیره میتونه شما مثلا قسمت مو سایه شه انتخاب کنین یا قسمت این قسمت این قسمت بالا سایه مفته اگر باز دو آپشن های داخل از برون باز آپشن کنترل داریم دیگه آپشن ها چقدر سایه مفته از زاویه از سایه به کدام شکل باشه اونجا پای اضافه است امیان که پای اضافه است بخیره به خاطر چیز دست اون جذاب است رفلکشن انعکاس کنه چی داشته باشه ما شما مثل نوشته یا هر چیزی که دیگه که میارین این که یاد گرفتین ورتارت هم یاد میگیرین ورتارت هم این آپشن ها را از خود داره یعنی در قسمت افکت سافت ایج نرمی از این شعاع از این گلو یک شعاع را در چهار طرف از این به ما شما بده به اون شکل یا مثلا سافت ایج است یا مثلا بیبل اند نیمبوز است ایسک ما میگیم نه این رقم خوشمون اومده می اطراف از این چارچوبات از این به این شکل باشه یا مثلا دیگه استایل یا مثلا دیگه استایل استایلر هم تفاوت گرفتن شما میتونید پس به این شکل شما میتونید که تصاویر بیارین رقم رقم اینجا بشین ایسک ان شاء الله درس دیگه شد در دیگه درستان کارش میکنم یک چیزی که بسیار مهم است یادم نره در قسمت تصویر ای است که انمی تصویر ما جابجا کردن نمیتونیم مشکل چیز تصویر یک شاگرد میاره استادی جابجا نمیشه استادی کار نمیتونه خب جابجا نمیشه کار نمیتونه بیا که من تکنیک براتون کار کنم همیشه من کارم میکنم در هر چیزه این آپشنه که در این بغل است کلیک بزنین بوین بکن که این رنگ پر رنگ in front of the text چی از این چیزی در خود مینوی از این اینی جا کامده بگن in front of the تکس مکمل پیشروی چی باشه؟ پیشروی تکس وقتی که پیشروی تکس آمد دلت که هر جایی که انتقال دادی دلت که خورد کردی معمولا لوگوهایی که بس ما در پاورپوینت درست میکنه ورکشیت هایی که درست میکنه او را به این شکل میگیریم که من هر جایی که خواستم این لوگو را این شپ ما این دیزاین را بتانم چی کنم؟ انتقال بتانم آپشن هاست هر رقمی که دلت تان شد نشته رقم سکویر بستفاد کنه تایت نشته بیاید تایت چهار طرفش بیاید بر شما ترو همی چهار طرفش باشه تاپ آن باتون بالا و پایینش باشه خواهی یک مقدار یه پایینتر کش کنیم بالا پایینش ها میرن بیهنگ این پسر نشته بفته مگه می رقم پر رنگ نگه نه ضعیف ضعیف بگیره میشه پیشوی باشه اینی رقم فاصله پیدا کنه این چون ویدیو است پس یاد میتونن بگیره من اون خاطر تست هم میگم که در ویدیو هم سب چه باید نشته این رقم چی رو بگیرم فاصله رو بگیرم right?